نام خدا، با درود خدا به روان پاک رسول اکرم و با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، با تجدید سلام به شرح آیه شماره 157 از سوره دوم قرآن میپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. پس شد اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. صابران و یا صابرون کسانی هستند، آن گروهی هستند که مخصوص به صلوات خاص از جانب حضرت رب برای خیش هستند و همچنین مخصوص و مشمول رحمت از جانب رب خیش هستند و ایشان خود از گروه و اعضا و اجزای مهتدون هدایت شدگان محسوب می شوند و به شمار و حساب می آیند و مهتدون یعنی هدایت یافتگان و یا هدایت شدگان. در این آیه قرآن به سه واژه کلیدی صلوات، رحمت و هدایت اشاره می کند. رحمه به معنای لطف، به معنای منفعت، عفو کردن، بخشودن، از خطا در گذشتن، ایجاد کردن، دوست داشتن، عاشق بودن، و رحم به معنای رؤوفت و مهر و مهربانی داشتن. همه ابزار و اجزای اسبابی که برای ایجاد و دوام و بقای هستی ملزوم است دارا بودن، دلسوزی کردن، دل رحمی کردن. آنچه را که مفهوم کامل در واقع این ریشه رحمه، رحم در زبان عربی است، یعنی وقتی که همه ابزار و همه اجزا و همه اسبابی رو که برای ایجاد و برای دوام و برای بقای هستی لازم است دارا بودن. وقتی ما میخواییم هستی رو درست کنیم، بالاخره درست کردن هستی یک ابزاری لازم داره، یک اجزایی لازم داره در فهم بشری و یک اسبابی لازم داره. فراهم کردن اون اسباب و ابزار و اجزا برای ایجاد یک هستی که به اون هستی دوام ببخشیم و بقا ببخشیم که باقی بماند و دوام پیدا بکند و استمرار پیدا بکند، به چنین مکانیسمی و به چنین ابزاری و به چنین تعامل و ترکیبی رحم گفته می شود در زبان عربی. واژه کلیدی دیگری که در این آیه دیده می شود صلوات، صلات. اینها همه از همون ریشه صلوه هستند. صلوه به معنای دعا، به معنای نماز، به معنای مناجات، به معنای تقدیس، به معنای تقدیر، به معنای تعظیم، به معنای تحسین، به معنای افتخار دادن، به معنای بزرگ دیدن و بزرگ داشتن و بزرگ تصور کردن و بزرگ انگاشتن. پیش آوردن در معرض
و در نظر و در پیش چشم قرار دادن. اینها رو که من نسبتاً با سرعت میخوانم، به این امید هستم که شما عزیزان تکرار این برنامه ها رو در رسانه های یوتیوب و غیره میتوانید که مکررن ببینید و در اونجا میتوانید که سرعت های مختلف به این نوارها بدهید و اونها رو متوقف بکنید، مطالب رو یادداشت بکنید. دریغم میآید که از این فرصت کمی که ما در اینجا داریم استفاده خوب نکنم. بنابراین من اگر که اینها رو یک بار میخوانم و میگذارم، شما با مراجعه به ثبت شده این سخنان میتوانید هر چند باری که بخواهید این مطالب رو بنویسید، یادداشت کنید یا بشنوید تا کاملا مفهوم بشود. بنابراین من یک بار بیشتر نمیخوانم و نسبتا هم با سرعت عبور میکنم که در حد امکان تا اونجایی که میتوانیم آیات بیشتری رو مورد مطالعه قرار بدیم. صلوات ریشه صلات و ریشه صلوات و ریشه نماز و دعا و مناجات و تقدیس و تقدیر و تعظیم و بزرگ داشت و بزرگ داشتن در معرض و در نظر و در پیش چشم قرار دادن و چیزی را پیش آوردن، اینها همه معنی صلوه هست. همینطور دنبال روی در بیفاصله، یعنی وقتی که شما دنبال یک چیزی میرید فاصله بین شما و او نیست، ولی یکی هم نیستید، خیلی نزدیک به چیزی پیشروی میکنید و تعقیب یک چیزی رو میکنید، در تقرب و در تشابه کامل. یعنی در امر صلات فقط این نیست که کسی دنبال روی کنید، در تبعیت شما اعمال یک نفر رو تبعیت میکنید، تابع یک نفر میشید، یعنی تابع این شخصی. مثلا هر کاری که این میکنه این تبعیت میکنه. در صلات هم تبعیت وجود داره، تبعیت از صفات و اطاعت از صفات و تطبیق و صفات با صفات. اما در این حال که دنبال میره و پیروی میکنه و تبعیت تابعیت و تبعیت میکنه، هم شکل او هم میشه، یعنی هم در تابعیت است، هم در تقرب است، در نزدیکی است، هم در تشابه است، شکل اون میشه، مثل اون میشه، متصف به همون صفات او میشه. به مجموعه این ستا میگوییم که این شخص در صلات قرار داره، یعنی هم در تقرب قرار داره، هم در تشابه قرار داره، هم در بیفاصلگی وجود داشتن قرار داره، یعنی فاصله ای نداره، تابعیت هم داره، اما تشابه هم داره، شکل همون هم هست. یعنی صلات گذار و صلات بردار هر دوی اونها شبیه هم می شوند. در تقرب فاصله و تشابه صفات دیده می شه. معنی دنبال کسی رفتن در تابعیت و در اطاعت در فاصله که اونقدر نزدیک باشد که غیر قابل اندازه‌گیری باشد، مثل زمانی که شدید القوا به رسول اکرم در سوره نجم اونقدر نزدیک می شود که فاصله اونها کمتر از قاب قوسین می شه، کمتر از واحد اندازه‌گیری می شه. یعنی ضمن اینکه یکی نیستند، اما اونقدر نزدیک هستند که غیر قابل اندازه‌گیری است فاصله بین اونها، ولی تشخیص داده میشه که اینها اون شدید القواست، این محمد است، این تشخیص داده میشه. ولی در این حال جایی نیست که شما اونجا را قطع بکنید و بگویید که اینها را از هم فاصله میدید، فرق میدید. درست مثل افق که اگر شما به افقهای دوردست نگاه بکنید که بالا خورشید رو میبینید، پایین دریا رو میبینید، اما هیچ جایی نیست که این دریا و خشکی رو که به هم چسبیدن فاصله بین اینها نیست، ولی هنوز دریا دریاست، خشکی هم خشکی است. این اون امر صلات هست، یعنی صلات در واقع تبعیتی است در اطاعت توسط یک مطیع از مطاع، به نحوی که بین مطیع و مطاع ضمن اینکه امکان شناخت هست،
اما امکان تشخیص و جدا کردن نیست که اینها چقدر فاصله دارند. فاصله ندارند. صلات به معنای دنبال کسی رفتن در تابعیت و در اطاعت و در تقرب و در تشابه کامل. در فاصله‌ای که غیر قابل اندازه گیری است. همینطور معنی صلات معنای پشت سر کسی بی فاصله راه رفتن، او رو تعقیب کردن، متصل باقی ماندن و متصل بودن. شاید که خسته کننده هم باشد تکرار مکررات، ولی ما هر روز بیننده های بیشتری پیدا می کنیم و این مطالب مهم رو نمی شود که بازگو نکرد. در مسابقات اسب دوانی، اسب دوم وقتی که سر او به بدن یا به سر اسب اول میرسد، کافی است که فقط به بدن به دم به قسمت پشت اسب اول برسد، لازم نیست کاملا با او هم قدم بشود. همین قدری که فاصله بین اینها وجود نداشته باشه در یک مرحله، اسب اول مسلی نامیده می شود و اسب دوم مسلا نامیده می شود. اسبی که بگوییم اسب اول خدا باشه، این اسب دوم انسان باشه، اون اسب اول اسمش مسلا می شود که خداست، این اسب اول که انسان است اسمش مسلی می شود. وقتی که اسب اول در اثر تلاش و کوشش و دویدن به جایی می رسه که در واقع پیشرفت صورت و قسمت پیشین اسب با قسمت پسین اسب دیگر اونقدر به هم نزدیک میشوند که فاصله اونها قابل اندازه گیری نیست، با وجودی که تفاوت اونها قابل تشخیصه. اون اسب دوم و اون اسب اوله، ولی همینقدری که فاصله بین دهان او و پشت اسب اول وجود نداشته باشه، این مسلی و مسلا انجام شده. این در اصطلاح برای این است که وقتی ما نماز میخوانیم یا ما عبادت میکنیم، وقتی اونقدر نزدیک میشویم و اصلا قصد اینی که ما رکوع میکنیم، قصد این که پیشانی خودمون رو روی خاک میگذاریم، که ما فرزند خاک هستیم، خاک پدر ماست، مادر ماست، و ما سعی میکنیم که از طریق خاک با خدا مرتبط بشویم و در واقع همون کاری رو بکنیم که اسب دوم با اسب اول در مسابقات انجام میدهد. صلات همچنین به معنای راه ورودی به شاهراه است یا رمپ، چیزی که به صورت یک اگزیت داره، فریوی، یک رمپ داره که رمپ ورودی داره و رمپ خروجی داره. رمپ ورودی در واقع یا اون مسیر ورودی، راه ورودی که وارد این شاهراه میشه، به اون هم همین عبارت صلات گفته میشه. قسمت میانی پشت هر جانداری، انتهای سطور فقراتش، جایی که از مرکز پشت یک جاندار دم و زائده دم آشکار میشه و بیرون میاد، به اون زائده و به اون محلی که اون زائده از اونجا خارج میشه، به اون هم صلات گفته میشه و در واقع به مهره کمر و قسمت پشت حیوان هم همین عبارت گفته میشه. و علتش این است که چیزی از این حیوان خارج میشه که در واقع وصله، این دم حیوان به خودش وصله و چون دم او به او وصله، اما در این حال دم او با او فرق میکنه از نظر مشخصات و از نظر ظاهر. همین رابطه صلات و صلوات بین اینها برقرار هست. سل به قسمت انتهایی و آشکار بدن جاندار یا دم او اطلاق میشه که اسم خاص این مجرا و اسم این حرکت و بیرون آمدن و وصل بودن ولی یک نوع نبودن
سروان گفته می شود. اسبی که به دم اسب دیگر می رسد به علت تماس با سروان مسلی خوانده می شود و انسان که مستعد است که به آثار آشکار خالق برسد و یا به دم خدا برسد در واقع مسلی و یا سلی خوانده می شود. دم خدا در متشابهات و تمثیلات تسهیل شده اشاره به عالم هستی و کائنات است که از ستون فقرات خدا یا خالق به عالم مجرد و معین عنایت می شود و هستی به وجود می آید. یعنی اگر که ما بخواهیم که هستی و خدا را در مثال شناسایی بکنیم، خدا اون اسب است و این هستی و این عالم و این کائنات دم اون اسب است که دم با بدن اصلی اسب تفاوت می کند اما فاصله بین اونها وجود ندارد. در صلات مصلی با حقیقت عالم ماده و یا با اثر عالم مجرد و حقیقت هستی آشنا می شود و با آن متصل می شود، یعنی به دریچه خروجی عالم مجرد و دریچه ورودی عالم مقید تقرب و نزدیک می شود. دو پنجره در کنار هم قرار می گیرد. یک پنجره در واقع در اینجا دریافت می کند عنایت رو از دنیای مجرد و پرداخت می کند به دنیای مقید، یعنی در واقع در این آیه به نوعی حرکت و موضوع وحی هم اشاره شده است. همونطور که گفته شد رحمه به معنای لطف و فایده و منفعت و بخشیدن و عفو کردن و عشق ورزیدن و دوست داشتن و رحمت آوردن و دلسوزی کردن و دلاشنایی و ابزار و اسباب و حیات هستی رو دارا بودن و همه ابزار و اسباب انتفاع مخلوق رو دارا بودن و ایجاد کردن و خلقت و ایجاد در علت و ایجاب، همه اینها مجموعاً معنی رحم میده و به طور کلی رحم ایجاد هستی و البته ایجاد هستی همجنس هست، وجود اتصال و مهر و دلبستگی به رحم یا به ذهنان موجود ماده و زاینده رحم گفته میشه. همینطور به ریشه و مبنای آفرینش و مبنای ایجاد و مبنای زایش و مبنای تولید و همه اینها رحم گفته میشه. رحم مرحله قبل از پیدایش هستی است، مکان مبتدا است، مکان منبع است، حفره یا کیسه یا حفاظت و پرورش دهنده موجود غیر خودکفاس، موجوداتی که بدون کفایت هستند و نمی توانند بدون حمایت دارای کفایت باشند، اینها بایستی که در رحم نگهداری بشوند و انسان چون موجودی است وابسته، چون جزئیات دارد نسبت به کل، این است که برای وجود و برای ادامه حیات در یک رحم زندگی می کند که اون رحم دل خداست و بنابراین به خدا رحم و رحیم گفته می شود و به ذهنان خدا و رحم خدا رحمان گفته می شود. رحم همینطور به معنای نزدیکی و خیشی و نسبت فامیلی و همجنسی است. اتصال بر اساس تولد و زایش یک امر از امر دیگر محسوب می شود و همینطور رابطه خیشی با نسله رحم گفته می شود. رابطه یا اتصال صفاتی بین فامیل و خویشاوندان رحم گفته می شود.
پر بودن از هستی و وسعت و شمول و ادامه گسترش حیات و هستی رحم گفته می شود. تکرار و تداوم در دهش و عنایت هستی رحم گفته می شود. رحمان به معنای پر بودن و شامل بودن از هستی، یعنی هستی پر است از خدا و خدا پر است از هستی. تکرار و تداوم هستی صفت رحیم است، ایجاد هستی صفت رحمان است. واژه دیگری که در این آیه به چشم می‌خورد هدایا، یعنی از ریشه هدایت. هدایت به معنای راهنمایی، به معنای راه نشان دادن، به معنای جهت و سمت و سوی چیزی رو معین کردن و معرفی کردن. تعریف نشانی راه از طریق توصیف نشانه های راه، اتخاذ مسیر درست، دنبال روی مسیر درست و یا ادامه و سیر در یک مرحله و در یک دوران رو هدایت می گویند. هدایت به رسیدن به صحت و درستی یک مسیر که مسیر صحیح و مسیر مستقیم و مسیر مطلوب باشد هدایت گفته می شود. هدایت به معنای راه، روش، سنت، طریق، مسیر، نحوه، طریقه، شیوه، عمل کرد، سلوک در یک مسیر در ذهن و در فعل، که هم در ذهن انسان سفر کند، هم در ذهن و هم در فعل هر دو با هم سفر کند هدایت گفته می شود. همینطور از این ریشه برای هدیه یا هدیه، سوغات، رهاورد، اهدا و بخشش، بخشش یک ارزش و وسیله برای شناخت مسیر درست و مطلوب رو در اصطلاح هدایت نام میبرند و هدایت گفته میشود. باید دانست که در زمان عربی مفاهیم و معانی واژه ها کمتر در تجزیه و تفکیک معلوم می شود. یعنی ما به عنوان مثال اگر یک واژه‌ای رو در قرآن چندین معنا داره، ما نمی توانیم که یک لغت رو بگیریم و چند معنا رو زیر این لغت بگذاریم و بگیم یکی از این معنی ها احتمالاً معنی این واژه است. معمولاً جمع همه واژه، معانی یک واژه باید با هم ترکیب بشود و به صورت یک اساره در بیاید. اون اساره معرف معنی کلی ریشه این واژه است در زبان عربی. یعنی همه معانی فرعی در همه مفاهیم لغوی یک لغت وجود دارد و نهایتاً برخی از مفاهیم قوی تر هستند و اونچه که متغیر به نظر می رسد، مفاهیم و معانی در اصطلاح و در قرارداد یک واژه به این ترتیب است که ما با مراجعه به مطلب متوجه می شویم که مفاهیم مختلف یک واژه واحد کجا و به چه ترتیب می تواند که در آیه به صورت صحیح معنی بشود. به عنوان مثال عرض می کنم که شیر در زبان فارسی دارای مفاهیم سگانه است، اما با توجه به شرایط حاکم بر عبارت و با اتکا به منطق کلام و منطق وجود واژه‌های دیگر، با اتکا به مفاهیم واژه‌های متکا، مفهوم متکی صادر و استخراج می‌شود. مثل شیر کوهی که واژه کوه اشاره به مفهوم حیوان می‌کند، و یا شیر آب که آب اشاره به مفهوم وسیله عبور آب می‌کند، و یا شیر در بادیه که گاه اشاره به یک نوع معکول مصرفی است
یعنی شیر خوراکی، شیر گاوی که در بادیه، در کاسه می‌ریزند و قابل مصرف است و بعضاً تعیین مفهوم برای یک واژه به تنهایی و مفردن میسر نمی شود تا متکای ثانویه مورد در واقع اطلاع حاصل بشود و ما اطلاع حاصل کنیم به متکای ثانویه یک عبارت، جمله، عذر میخوام، واژه، مثل شیر بادیه همونطور که عرض کردم که در اینجا خود بادیه هم معنای حیات وحش میدهد و هم معنای کاسه و ظرف میدهد. اینک با متکای دوم شیر معنا میشود. شیر در بادیه شیری است که در بادیه یا در یک ظرف مذروف میشود و سپس ظرف، اگر گفتیم که شیر بادیه رو در ظرفی ریخته بودیم یا شیر رو در بادیه ریخته بودیم، متوجه می شویم که از این عبارت این بادیه مربوط کاسه است. و یا اینکه بگوییم که شیر در بادیه گردش می کرد، اینجا واژه سوم که گردش است به کار می آید. شیر که در ظرف نمی تواند گردش کند، شیر باید که شیر بیابانی باشد تا بتواند در کوهستان گردش کند. غرض این که این واژه های جنبی بدون اینکه احتیاج به تعبیر و تفسیر داشته باشیم و از قرآن بخواهیم که خارج بشویم، واژه های جنبی کاملا مفهوم عبارت رو بیان می کند و بدون تردید با قاطعیت می توان گفت که ما تشخیص می دهیم که واژه هایی که مفاهیم مختلف دارند چگونه هر مفهومی را در عبارت به صورت منطقی و غیر قابل تردید می شود استفاده کرد. یعنی وقتی که در آیه می بینیم که می گوید نسبت به زنان تمرین فعل ضرب کنید، اونها رو مورد ضرب قرار بدهید، به طور قطع و یقین اثبات می شود بر مبنای همین منطقی که عرض کردم که ضرب در اینجا به طور قطع و یقین و بی تردید معنی فاصله می دهد و تحت هیچ عنوان نمی تواند که معنای ضرب و جرح داشته باشد، زدن و جراحت ایجاد کردن، چیزی که در زبان دری لت و کوب می گویند به او. به هیچ عنوان چنان مفهومی نمی دهد. چرا؟ به خاطر اینکه در جاهای دیگه قرآن می بینیم که مجازات های کیفری فقط با حکم محکمه و با دقت کامل معین می شود، هم در قضاوت هم در اجرا. و در اون آیه می بینیم هیچ کدام از این دو تعهد خدا عمل نشده است و بنابراین به این نتیجه می رسیم که چون تعهد خدا در این مورد وجود ندارد و چون خدا نگفته است که ضرب در اینجا به معنای تنبیه جنایی است، چون کتک زدن تنبیه جنایی است، چون محکومیتی رو در اینجا معین نکرده و جرمی هنوز پیدا نشده، دیده یک کسی که طبیعت کار همسرش یک جوری است که با اخلاق و ارزش‌های او جور نیست، اما به هیچ عنوان نگفته است که اینجا زن هنوز خطایی کرده است، اطاعت از قانون خانواده نکرده است. حالا ممکن است که قانون خانواده هزار قانون باشد، حتما که مرتکب زنا نشده است، حتما که قابل تنبیه جزایی نیست، با بسیاری از دلایل دیگر که از بحث ما را خارج می‌کنه، هر مفهومی از مفاهیم قرآنی می‌تواند که با تکیه به متکایی که مشخص کننده مفهوم خاص اون واژه است معنا بشود. صلات، منظور مقدمه برای خاطر رسیدن به این موضوع بود که صلات و یا رحمت و یا هدایت و همچنین سایر لغات جملگی و اساساً مشمول همین قاعده کلی می شوند. یعنی از وجود اتکایی جنبی مرتبط با آن یک مطلب و یک مفهوم قطعی و بدون تردید به وجود می آید.
مثلا همونطور که عرض می کردم ولی باز هم یادداشت کردم و بایستی که به عرض شما برسانم، در واژه ضربه در 58 باری که در قرآن آمده و 34 معنی مختلف دارد و گاه این معانی قرآنی با هم معانی واژه‌ای که در قرآن استفاده شده، نه مفاهیم قرآنی، اون واژه‌ای که قرآن استفاده کرده چند معنی مختلف و گاه متغایر داره. به این ترتیب با استفاده از وجوه شرطی و اتکایی و توجیهی مقارب و مربوط با واژه ضربه در این مثال و در هر عبارت معنای دقیق و قاطع آن معین می شود. در آیه شماره 156 که آیه قبلی بود اشاره شد به کسانی که چون مورد اصابت و برخورد ناکامی و درد و شکست و خسران و باخت و از دست دادن و زیان قرار می گیرند از ایمان خارج نمی شوند و اصل رو بر این قرار می دهند که هم قانون اصابت و هم قانون خاصیت و هم قانون مصیبت و هم قانون رحمت و هم شرایط ایجاب و ایجاد اصابت جملگی و همگی تابع قانون خدا هستند و همه اونها به اضافه صابر، به اضافه مشمول این قوانین و شکست ها و حوادث، هم مصیبت و هم مصیبت دیده، هر دو به طرف خدا در حال حرکت هستند. انا لله، همه چیز از خداست و همه چیز به خدا باز می گردد. و همه اینها، یعنی هم مصیبت و هم مصیبت دیده، به طرف یک خدای واحد و یک اصل واحد در حال حرکت هستند. خدایی که رحمان و رحیم است و بر این اساس اقرار می کنند و باور می دارند که آنچه واقع می شود و از حدود قرار و قانون موجود و قائم در هستی تجاوز و تعدی نمیتواند کرد و همه چیز را از سوی یک منبع و مبدع میدانند و همه چیز را روان و غلطان در ارجاع به مرجع او میدانند و چنین میخوانند و چنین مینامند. در آیه 157 دلیل بر چنین واکنشی از طرف مصیبت دیده در مقابل مصیبتی که به او وارد شده است این است که او هدایت شده است و چون مهتدی است و چون هدایت شده است متصل و آگاه و صاحب معرفت است و بینای سرچشمه همه علت ها می شود، یعنی هم سرچشمه جوشان را دریا می داند و هم دریا را دریا می داند. در علت آب و آفتاب و باد و ابر و حرارت و سرما و شب و روز و سرچشمه جوشان، همه اینها را با هم مرتبط می بیند و چشمه و دریا در منبع حیثیت وجودی در چشم او یکسان و از یک مرکز و مبدع نشه می گیرد. در این آیه می گوید مصیبت دیدگان متکی به احدیت و صمدانیت خدا هستند و دریافت صلوات حق کردند و دریافت رحمت حق کردند و ایشان در دریافت نعمت تأثیر صلوات و رحمت از سوی خدا و با اتکای بر این دو مبنا، یعنی صلوات و رحمت، زیر این دو پرچم، زیر این دو عامل، زیر این دو عنایت به هدایت رسیدند، یعنی مسیر و صراط مستقیم را که حبل الله است دیدند، شاهد بودند، دریافت کردند، با او متصل شدند و به خانه وصال رسیدند.
در این آیه نشانه های هدایت ارائه می شود و هدایت نعمتی است که در اثر اتصال با صفات رحمت خدا اکتساب و حاصل می شود و نشانه آن تسلیم در مقابل حوادث ناخواسته و دشوار در پذیرش است. چه وقت ما می فهمیم که این شخص صابر است؟ توصیف کرد قرآن که چطور صابر رو می شناسیم. در آیه 157 می گوید کسانی که مورد ابتلا قرار در آیه های قبل تا کسانی که مورد ابتلا قرار می گیرن صابر هستند. ضمناً صابر کسی است که وقتی مصیبتی به او وارد می شود می گوید ما و مصیبت در حال ارجاع به خدا هستیم، همه ما تابع یک خدا و یک قانون هستیم. و بعد در معرفی او می گوید که رابطه صابر با خدا، رابطه صابر با مصیبت، رابطه صابر با اعتقاد، رابطه صابر با عمل، همه اینها از ناحیه صابر است. اما می گوید از ناحیه خدا برای صابر، برای صبر کننده، صلوات و رحمت بر او واقع شده. و علت این که درک می کند و اقرار می کند و معرفت حاصل کرده است که او به سوی خدا در حال حرکت و بازگشت است، چه با مصیبت باشد چه با ضیافت، این به این علت است که مهتدی شده است و به درجه اتحاد در این زمینه دست یافته است. به پایان وقت این نشست میرسیم. تا نشستی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم، در انتظار همکاری های شما و نصایح شما هستیم که خواست شما رو در برنامه ها رعایت بکنیم. ما رو در این مسیر مشکل تنها نگذارید و با ما همسفر باشید. تا نشستی دیگر خدا یار و نگهدار شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.